ارتباط مستقیم. پروفسور لیو، استاد طب چینی، شفادهنده دردهای کم علاج مانند فایبروید، اوواریان سیتس، منوپاز، پروستات، اوتیسم، فراموشی، بیخوابی شدید، آلرژی، کوتاهی قد تا سنین 18 سال و ده ها بیماری دیگر. پروفسور لیو با 50 سال سابقه درخشان در چندین کشور جهان. پروفسور لیو درمان درد شما را می داند. آدرس: شماره 180 خیابان استیلز وست، یونیت 229. پروفسور لیو. با درود حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد زرین‌مهرم در برنامه ارتباط مستقیم. همونجور که بینندگان گرامی می‌بینید، در خدمت آقای حمید نیلی و همچنین پروفسور لیو هستیم. پروفسور لیو همونجور که در آگهی همین قبلا هم دیدید، ایشون یکی از استادان طب چینی هستند که خوشبختانه در شهر تورنتو مشغول فعالیت هستند. دلیل اینکه آقای حمید نیلی هم اینجا حضور داره نسبت به این مسئله ارتباطی که با آقای پروفسور لیو داره، همین تا چند لحظه دیگه با خبر خواهیم شد. آگاه میشیم، با ایشون صحبت میکنیم. اجازه بدیم به هر دوتای این دوستان خوش آمد بگیم. Hi Mr. Professor Liu, welcome to our studio. Hi, thank you very much. شما خوش آمدید. خیلی ممنون، با تشکر از شما و سلام به بینندگانتون در خدمتتون هستیم. بله، من قبل از هر چیزی میخواستم I'm going to ask how he met you. شما در ارتباط با پروفسور لیو چطور با ایشون آشنایی پیدا کردید و چه ارتباطی با هم داشتید؟ والا من یه منشی چینی داشتم که خانمی بود که مشکل زایمان داشت و 10 سال بود که سعی میکرد که بچه دار بشه و تمام تستا رو حتی تو بیمارستان سانی بروک رفته بود ازش گرفته بودن، خیلی پول خرج کرده ولی هنوز نتونسته بودن که بچه دار بشه و خیلی مشکل به اصطلاح دفع خون و اینا داشته. بعد که ایشون به من دکتر لیو رو معرفی کرد، گفت من پلوی دکتری پیدا کردم که از چین بهش معرفی کردم که ایشون اینجا هست و رفته و تحت درمان پروفسور لیو گرفته بود که بعد از حدود 4-5 ماه شاید الان این خانومی که 10 سال سعی میکرد بچه داشته باشه الان یه مشاله دختر 3 ساله خیلی خوب و سالم داره. بله. که من خیلی تعجب کردم که چطور با این تکنولوژی که الان هست تو کانادا، این بیمارستانایی مثل سانی بروک و غیره هستن که پیشرو علم پزشکی هستن در این کشور، نتونستن. ولی خب از طریق طب چینی و طب کلاسیک و ایشون هم که پی‌اچ‌دی دارن در این زمینه تونستن که این منشی رو مداوا کنن و الان صاحب بچه شده و خیلی هم خوشحال به زندگیشون ادامه میده. بله. پروفسور، how long you've been in this business? Oh, for me is for Chinese medicine and acupuncture almost 50 years. 50 years. Yes. نیم قرن. ایشون در طب چینی و اکوپانکچر که به طب سوزنی است فعالیت دارن. And you've been studying in China? Yeah. So I studied Chinese medicine and acupuncture in China, Heilongjiang University. I after graduate, I still learning from master degree. Mm-hmm. After I worked about 5 years, later on, I went to the Nanjing University for my PhD. Your PhD. Yeah. Doctorate I'm getting done in China. And how long all these studied took? How many years? Total usually about 10 years. 10 years. Yeah. That's nine, ten years. Yeah. And I'm going to ask Hamid how he met you. خب راجع به آشنایی خودتون حالا. بله. بعد از اینکه خب ما دیگه با ایشون آشنا شدیم، خب من مشکلی نداشتم به خودم، هم زیاد به قول معروف اعتقادی نداشتم به طب سوزن. خب بعد من خودم یه مشکلی پیدا کردم در سال 2008 بود. این دنده سمت راست من شروع کرد به درد گرفتن به نحوی که حتی نفس کشیدن برای من مشکل کرده بود و رفتم بیمارستان. خب سراغ دکتر مسلما نرفتم چون خودم اعتقاد نداشتم هنوز. انواع تستا رو، امارای من گرفتن، سی تی اسکن از من گرفتن و حتی بون اسکن گفتن شاید کانسر باشه. هیچ چیزی نتونستم پیدا بکنن و من درد شدید نمیتونستم حتی راه برم. عجب.
و ما رو مرخص کردن، گفتم خب ما نمیتونیم تشخیص بدیم تو چته، چون درد تو نمیتونیم تشخیص بدیم، دوا هم نمیتونیم به، گفتم حتما نمیدونم چه جوریه، گفتم چاره ای نیست، ولی نمیشد به زندگی ادامه داد. تا اینکه رفتم یاد دکتر لیو افتادم و ازشون وقت گرفتیم و گفت من میتونم تو رو خوبت کنم. ما هم دیگه چاره ای نداشتیم، گفتیم حالا خودمون میسپاریم به دست دکتر. تقریبا بعد چند جلسه؟ بعد از فکر میکنم 8 یا 9 جلسه که میرفتن فقط آمپول میزنید، اکوپانچر، فقط سوزن، هیچ چیز دیگه هم نبود. که من اولش، ولی بعد از اولین جلسه من تأثیرش رو دیدم، اولین جلسه که تونستم درست صاف را برم دوباره، چون من همش خم میشدم و با درد یه دستم به پهلوم را میرفتم. عجب. و بعد از 9 جلسه تموم شد، اصلا انگار که این درد هیچ موقع نداشتم. و از دکتر پرسیدم که علت این خب چی بود، گفت تمامش عصبی بوده، تمامش اعصاب بوده. آره، سوزنی که میزنه به اعصاب، من تا باید اون نقطه حساس رو بفهمه که کجاست. دقیقاً که من تعجب کردم که چطور ممکنه که مثلا اینا نتونستن اینو تشخیص بدن و به این سادگی طب قدیمی چینی تونست. و الان خوشحالم که با ایشون اصلا آشنا شدم، خیلی دوستامو ریکامند کردم، اومدم پلو ایشون. اونایی که میگرن داشتن، خب طب سوزنی تو این شهر خیلی زیاده، ولی متخصصش که کسی که ایشون مبدع سبک خودشون هم هست، به غیر از بقیه که میرن یه دوره، ایشون خودشون ابداع، یعنی مبتکر سبک جدیدی که اصلا فقط خودشون میدونن چی کار میکنن. بله، یک نیم قرنم در این زمینه فعالیت داشتن و من رفتم عکساشون رو، عکسایی رو دیدم که از بزرگانی که ایشون به اصطلاح مداواشون کرده بود. پروفسور لیو، yes. Those people, you went to many countries. Yes. How many countries you been in? But you know, after graduate from my PhD, after I go abroad, first went to the South Korea. South Korea. South Korea. Yeah, I treat some people. So some people, you know, so businessmen. So after from South Korea, went to the Hungary. Hungary. I live in Hungary. Yeah, I live in Hungary 8 years. 8 years. Yes. During that time, I went to the Germany. Yeah, Germany, and Indonesia. And Japan. Yeah. And you've been in Japan too. Japan just sometime meeting and treat some patient. You just went to treat some people, some patients. Yeah. And also in Germany. In Germany too. Yeah, Indonesia. Oh, they invited you for this purpose? Yeah, they invited me to go there. Yeah, Indonesia and also the South Korea. Yeah. Okay. Yeah, after I come to Canada. And then you came to Canada. Yeah. Your family are here? The family is here. Okay. به جاهای مختلفی در دنیا دعوت شده که در اونجا صرفاً به خاطر مداوای بیمارانی که می‌خواستن از کمک ایشون، تخصص ایشون استفاده کنن، برای این منظور اونجا رفته بود. So once you mentioned that someone who was great in software and he had amnesia, he was getting forgetful and he didn't remember things. And also you mentioned that he even had his wife's dress on. Right? And you treat him and... Oh, this person's very famous in the world. He is the people say he is the father of the fiber. Wow. He got a Nobel Prize. But he suffered from Alzheimer's disease. Lost memory. Alzheimer's. Yeah, for a long time. But he cannot get the... he cannot got the Nobel Prize directly. His wife have to on behalf of him. Right, yeah. Right. یکی از کسانی که در جایزه نوبل بود به خاطر علمش در fiber, did you say it for computer? No, cell phone. Cell phone fiber. آره، پدر بسه سل فون اینا هستش و جایزه نوبل بود. حتی به مرحله رسیده بود که خودش نمیتونست شخصا بره جایزه شو بگیره، زنش از طرفش رفت گرفت و ایشون اونو مداوا کردن. همینجا به هم قبلا گفته بود که
انقدر دچار فراموشی شده بود آلزایمر که رفته بود لباس زنش رو اشتباهی میپوشید. خب آدم وقتی فراموش میکنه دیگه فراموش میکنه. آره در یه همچون مقام علمی که آلزایمر گرفت و ایشون رو خواسته بودن که بره که اونو تونسته بود مداوا بکنه. So they wanted you specifically to go and treat him, right? Yes. Yes, but he lost memory. Yeah. He doesn't know who is him. After I give treatment, he can write his name, and also he couldn't find his own clothes, almost wear his wife's clothes. Right. After treatment, he found himself clothes. Yeah, okay. And he doesn't know his friends. Now he remembers. Yeah, remember some friends. خب خودش خیلی تغییر مهمی برای کسی که همه چیزو فراموش کرده و الان هیچ راهی برای مداواش نیست، حداقلشون تونست این بیسیک مموریشو بهش برگردونه. بله. که حداقل دوستاشو همسرشو لباسشو تشخیص بده، لباسشو تشخیص بده بدون کجا هستش، میدونید. And for migraine there is treatment for migraine, right? Migraine is for me a treatment so many this kind of problem. Usually I treat the patient for the women, fibroid, ovarian cyst, and some person not pregnant, and for men have some prostate problem, and for children, autism. Oh, autism. Yeah. این مریضی اوتیسم یا آتیزم هستش که بچه ها دوچارش میشن، ایشون مثلا مداوا میکنه، همچنین مال مشکل پروستات و مال خانم های چیزی گفتن. What was that ladies disease you mentioned, you just mentioned doctor, for ladies? Just the last time we meet her. No, for the treatment you just said you can treat that fibroid. Fibroid is very well known for the ladies. آره خانم ها میدونن مشکل فایبروید چیه. اتفاقا یه جا بودیم که مشکل داشت این خانمه، یه جا کار میکرد، اسم فایبرودی که مثلا با هم دیگه بودیم اسمش رو آوردن، اون خانم گفت من فایبروید دارم، مشکل دارم، که رفتش مداوا شد. How about the lady that came to you for fibroid, how is she doing? Just the fibroid right now for treatment and no other choice, only Western daughter the operation. But some women they don't like operation. I use acupuncture treatment, maybe can fix small, usually 3 centimeters, maybe can be disappear. If big size, maybe can be smaller. This migraine or migraine, what's the percentage of curing? Migraine headache? Yeah. Migraine headache usually is a common disease. Looks like lower back pain, migraine, headache, and lower back pain, something. This is very common. Yes, but for migraine, how many percent you can fix it? Can you fix it usually, totally, or to the 80%? Usually 3-5 treatment should be disappear. Oh, disappear. Yeah, but if the person keep him mind in peace, they are not angry, and the weather change, the clothes is okay, maybe they don't come again. Right. بینندگان گرامی، با آقای پروفسور لیو صحبت میکنیم که استاد طب چینی و طب سوزنی هستن. دکتراشو در این رشته گرفتن و الان ده ها سالی که دارن فعالیت میکنن. در حال حاضر در شهر تورنتو مشغول مداوا هستن و آدرسشون رو همینجوری که در پای صفحه تلویزیون می‌بینید، شماره 180 استیلز وست، یونیت 229، شماره تلفنش هم هست. اگر مشکلی چیزی دارید در همین رابطه میتونید با ایشون مشورت بکنید و برید سراغشون و با شما در میون می‌ذاره که آیا میتونه تا چه اندازه موفق خواهد شد که شما رو مداوا بکنه. اگر درد لاعلاجی دارید، من فکر می‌کنم این طب سوزنی و طب چینی به اصطلاح خیلی مؤثر خواهد بود. تنها طبی که به اصطلاح سنتی هست و قابل پذیرش از طرف
هلث کانادا و سایر کشورها هست، فکر کنم همین طب چینی باشه، طب سوزنی باشه، چون علم متوجه شده که یک کار منطقی، یک کار علمی در کار طب سوزنی هست. به همین خاطر اینا اجازه دادن، وگرنه داروهای گیاهی رو اجازه نمیدن که به این راحتی به فروش برسه، برای اینکه خب خودشون مدعی دارن مواد شیمیایی زیادی رو به صورت دارو میفروشن، ولی در مقابل طب سوزنی نتونستن مقاومت بکنن و این طب رو به رسمیت شناختن. چند سالی که به رسمیت شناختن و اینا خودش برای سلامتی انسانهایی که گرفتار هستن و طب علمی، طب پیشرفته جهان امروز نمیتونه جوابگو باشه، به همین خاطر طب سوزنی چاره اون درمانهای دردهای لاعلاجه. So is there anything that you can mention that is a common disease that everybody somehow is could be infected with that disease and you can cure them? So you said migraine, you said prostate, and Alzheimer, fibroid. This is difficult to treat, but I can do that. Fibroid is very difficult. دکتر فرمودن که تا 3 سانتی متر که باشه ایشون میتونن دیسپیر بکنن. اگر بیشتر باشه میتونن کوچی، ولی بعضی وقتا که خیلی بزرگ شون احتیاج به عمله واقعا باید. آره، این من فایبروید من شنیدم که بسیار مشکلی است که مال، یعنی مرض بسیار خطرناکی است که کمتر مداوا میشه. و ایشون میتونن، و یکی از خوبیای طب سوزنی به نظر من اینه که عوارض جانبی نداره جناب زریمه، چون که دارویی نیست که بخورین که ساید افکت داشته عوارض جانبی، بعد یه دارو دیگه به خاطر اثر اون رو بین به این اثر معمولا میکنه. من که شاهد زندهش هستم، ولی اگرم تأثیری به اون صورت نخوره عوارض جانبی نداره. خوبیش اینه که همه چی طبیعیه و چاقی هم مثل که بله، ایشون یکی دیگه از مشکلاتی که اتفاقا خوبش شما اشاره کردین کم بوده وزنه، که من تعجب کردم دکتر، من گفتم من میتونم با طب سوزنی وزنتو بیارم پایین. خب من احتیاج داشتم یه شاید. So about the weight loss, can you say something about this losing weight? Yeah, losing lose weight is also is acupuncture is work. So is good, yeah. Suppose somebody is 150 kilos. Yeah, but the people you know quite different constitution. Some people lose weight very fast, some people slow. Mm-hmm. For me, usually give treatment about 3-5 treatment should be lose about 1 kilogram or 2 kilogram. Yeah. For each treatment? Yeah, for 3 to 5. Mm-hmm. Yeah. Before I treat one woman, so lost weight about 30 kilogram. 30 kilogram. Yeah. But this kind of situation so different. The people are different. People are different. Yeah. من خودم تقریبا بعد از شاید 6 جلسه باشه رفتم حدود 15 پوند کم کردم. و من تعجب میکنم چجوری اول قبل از اینکه بخوام تریتمنت رو قبول کنم، شما چیکار میکنید؟ چربی که با سوزن که آب نمیشه. بعد ایشون گفتش که با وسیله این سوزنایی که میزنن اشتهای آدم رو از بین میبرن. دیگه آدم میل به غذاشو از دست میده. اینه که باعث میشه آدم غذا نخوره. یعنی غذایی که من میخوردم اندازه به پسر کوچیکم که 5 ساله اینقدر میخورد سیر میشد، بیمیل بودی دیگه، بیمیل بودن. این باعث میشد که وزن آدم شدید بیاد پایین. بله بله. اینکه 15 پوند در عرض شاید 6-7 جلسه رو من تاثیر گذاشت، همینجوری که ایشون گفت به متابولیسم هر شخصی هم بسته، یه نفر زود از دست، یه نفر دیرتر. بله. ولی چون اشتهای به غذا، میل به غذا رو از بین میبرن با این کار، نهایتا آدم غذا نخوره. خب خوردن فقط وزن از بعد خوردن میاد دیگه، جای بله، دیگه که بله. یه چیز دیگه، این نکته که بود که توی تبلیغش بود این بودش که کوتاهی قد رو تا سن 18 سالگی نرس بچه نشیده میتونه کوتاهیش رو یه خورده بهتر بکنه، مثلا قد بلندتر بشه. البته در روسیه من میدونستم، یه جا خونده بودم که استخون پاره میشکنن، فاصله میدن به زور، بعد این جوش میخوره یه خورده زیاد میشه، اینجوری قد و اینا بالا. ولی طب سوزنی از اینجوری دردا و مکافاته نداره. About this the height is under 18. Yes. So suppose I don't know if it is a youngster is 100 and
20 centimeter or 3 feet or 4 feet, how many centimeter you can add? Usually for this kind of problem, you know, the children under 18 years old, they want to grow more. But I can give treatment for one student about 4 centimeter. خب شما متوجه شدین که چه مقدار گفتن؟ برای بلند شدن قدش طرف how many did you say how many centimeter the student also is different some person 2 centimeter some person 4 centimeter before what age before what age under 8 years 18 years time they come معمولا دیگه نهایت روش فکر کنم تا 18 استاپ میشه دیگه شب اوکی دکتر وی هاف کپل اف مینیتس لفت اوکی سو از دیر انیثینگ الس دات یو وود لایک to share with our viewers? Yeah. But acupuncture, I do almost 50 years. Acupuncture is good way because not side effective. And also it's not really pain. So acupuncture for me can treat more than 100 kind of disease. Lot of kind of disease also can be used by acupuncture. Yeah. Right. That's why so I welcome some person I could help her, maybe give some treatment there. Right. So for our viewers, you have some special discount, anything for them if they come to you? Of course, some people, you know, the different if they situation. Mention that yes, yeah. After all, comes to the money. Okay. Yeah. Okay. Yes, thank you very much. You're welcome. بینندگان گرامی همچنین که متوجه شدید پروفسور لیو استادی هم استاد دانشگاه هم بودن در کشورهای مختلفی برای مداوای کسانی که بسیار سرشناس بودن در اون کشورها دعوت شدن و ایشون اونا رو مورد معالجه و معاینه و درمان قرار داد و همچنین در اینجا در شهر تورنتو در شماره 180 استیلز وست یونیت 229 که طبقه دوم باشه در توی پلازاس اونجا میتونید برین سراغشون و مشکلات خودتون رو در میان بذارید یا اگر کسانی رو میشناسید که در همین رابطه مشکلی دارن میتونید به ایشون مراجعه بکنید شمارهشون که روی صفحه تلویزیون دیدید آگهیشون در تلویزیون ITC هست و همچنین در مجله شهر ما هم آدرس و مشخصاتش هست و امراضی که در اونجا یه مقدار اومده میتونید ببینید که چه چیزایی هستش که اگه مایل بودید میتونید به پروفسور لیو مراجعه بکنید. پروفسور thank you very much for coming. Because you treat my friend. Okay. I know him for many years. Mm-hmm. I mean, and he was dedicated to you because he said you saved his life because he was he couldn't stand properly and nobody could recognize his problem and therefore they couldn't give him any medicine because they didn't distinguish his what's his problem diagnose his problem but you treat him well and I'm sure I believe in your expertise and your acupuncture and Chinese medicine. Hopefully, you will help my community as well when they have problem and they come to you. Yes, that's my pleasure. Yeah, thank you very much. مرسی همین چنگی شما اومدید. خواهش می‌کنم ممنون لطف دارین وقت در اختیار ما گذاشتین. آقای دکترم که خیلی خیلی اعتقاد داره که چون ایران یا چین یا خیلی به هم فرهنگشون نزدیکه معمولا تو کشور قدیمی هستیم هستیم و به این طبای اینا ما خیلی اعتقاد داریم نسبت به غربیا بله. این طبای سنتی ما ایرانی خیلی بیشتر اعتقاد داریم اینی که اعتقاد یک از شرطهای مهمه گرفتن اون بله. بله خیلی متشکرم خواهش میکنم دو. خب بینندگان گرامی این بود و معرفی آقای پروفسور لیو که شما باشون آشنا شدین و انشالله که دردی نداشته باشید اگه داشتید بدونین که سراغ چه کسی باید برید خیلی متشکرم Thank you. پروفسور لیو استاد طب چینی
شفادهنده دردهای کم علاج مانند فایبروید، اوواریان سیتس، منوپاز، پروستات، اوتیسم، فراموشی، بیخوابی شدید، آلرژی، کوتاهی قد تا سنین 18 سال و ده ها بیماری دیگر. پروفسور لیو با 50 سال سابقه درخشان در چندین کشور جهان، پروفسور لیو درمان درد شما را می‌داند. آدرس: شماره 180 خیابان استیلز وست، یونیت 229. پروفسور لیو. ارتباط مستقیم.